توپ تیوی برای اولین بار افشا میکنه. سه دلیل اصلی ممنوع کاری نکونام. با فرا رسیدن آخرین روزای بهار 1402، حالا بیش از دو هفته از وعده سرپرست باشگاه استقلال از تاریخ موعود برای معرفی سرمربی قهرمان لیگ 21 گذشته و این اتفاق هر روز به تأخیر میفته. استقلال برای بار چندم و به شکلی تکراری در حال از دست دادن روزای طلایی و تأثیرگذار فصل نقل و انتقالاته و این در شرایطیه که رسماً نه مدیرعامل داره و نه سرمربی. اما ماجرای چرایی مشخص نشدن جانشین ریکاردو ساپینتو مفصل تر از این حرف است، به شکلی که حتی سناریوی چیده شده از طرف خود مسئولای باشگاه هم فیتیل پیچ کرده. مدیرای آبیا که با حضور نمایشی لوپسکارو در تهران و تلاش برای بی‌نتیجه نشون دادن مذاکره با گزینه‌های خارجی منتظر اعلام اسم جواد نکونام به عنوان سرمربی آبیا تو روز اول هفته آخر خرداد بودند، به شکلی ناگهانی با مشکلات سگانه پیرامون نکو مواجه شدن. اما این مشکلات که حجت کریمی گفته فعلا حل نشده چیه و از کجا آب میخوره؟ اولین دست انداز نکونام به چگونگی جدایش از فولاد مربوطه. وقتی نکو و تیمش با تک گل ساسان الفیصلی عربستان رو بردن و به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا و تقابل با الهلال رسیدن. استعفای ناگهانی نکونام و ترک دوحه از سوی اون حالا براش یه درد سر شد و اون متهم به خالی کردن پشت و تنها گذاشتن نماینده ایران تو جدال حیثیتی با نماینده قدرتمند عربستان سعودیه و از بخشای خاصی از وزارت و شرکت فولاد تحت فشار. نکته دوم در مورد نکو به استوریای بازیکن اسبق اوساسونا تو پاییز و زمستون گذشته برمیگرده. جبهه‌گیری خاص نکونام در جریان اعتراضات سال 1401 و حمایت از وریا غفوری باعث شده جواد به این دلیل هم زیر منگنه باشه تا سرنوشت رحمان رضایی از سمت وزارت انتظار نکونامو بکشه. اما بحث سوم و کمتر شنیده شده به بیش از 5 سال پیش برمیگردیم. اردیبهشت 97 و صعود نساجی مازندران برای اولین بار تو تاریخش به لیگ با پیروزی 6 گله مقابل راهن همراه شد. سرمربی وقت نساجی که به بردی با اختلاف بیش از 4 گل برابر حریف زردپوشش نیاز داشت، کسی جز نکونام نبود. جواد در پایان این بازی روی دست شاگرداش به آسمون پرتاب شد و تیم سابقش خونه به خونه بابل با سرمربیگری دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی به لیگ برتر نرسید. همون روز هم صحبتی زیادی از کمکاری و عملکرد ضعیف عمدی بازیکنهای راهن شنیده می شد و حتی خونه به خونه به همین دلیل تا پای انصراف از حضور در فینال جام حذفی مقابل استقلال هم پیش رفت. حالا و بعد از 1500 روز اون پرونده مجدداً مفتوح شده و نقش نکو تو اون بازی مورد سواله. این در شرایطی که خیلی ها شکراب بودن رابطه جواد با سرمربی تیم ملی رو عامل این داستان میدونن و حتی محمد مایلی کهن سرمربی مجرب اسبق تیم ملی هفته گذشته رسما از این ماجرا پرده برداشت و رابطه خوب قلعه‌نویی با مدیرای استقلال و نساجی و وزارت و عامل انتخاب شدن سرمربی تیمای مختلف با نظر قلعه‌نویی دونست. الان تمام فدراسیون ما رفته زیر چتر در واقع گروبان گندلی، سرمربی نساجی با نظر گروبان گندلی، سرمربی استقلال با نظر گروبان گندلی، سرمربی هوادار با نظر گروبان گندلی، سرمربی گرگوهر با نظر گروبان گندلی، سرمربی مثل رفسنجان و پیکان با نظر گروبان گندلی. اصلا بر اساس کدوم متر و معیاری سعید الحبیب یهو میاد کمک مربی تیم ملی میشه؟ ببخشید. همه این قصه ها باعث مصالحه نسبی نکونام با نهادهای نظارتی شده و تو آخرین پرده های این ماجرا کاپیتان اسبق تیم ملی تصویر مشکی پروفایل اینستاگرامش رو عوض کرده و علی کریمی و وریا غفوری رو هم تو این شبکه اجتماعی آنفالو کرده. حالا باید نشست و منتظر بود و دید بالاخره این گره کور به دست مدیرای آبیا باز میشه یا سرنوشت متفاوتی برای نیمکت استقلال در لیگ 23 رقم میخوره.